به این تصویر خوب نگاه کنید. در این تصویر چند عدد اسب را مشاهده می کنید؟ اگر فقط یک اسب رو مشاهده کردید، زیاد هوشیار و دقیق نیستید و به همه چیز نگاه سطحی دارید. نگران چیزهای کوچیکی نیستید و از اون دست افرادی هستید که خیلی زود تصمیم میگیرید. به اعتقاد شما همه ما آدم‌ها به یکدیگر مرتبط هستیم و هر چیزی بخشی از یک مجموعه بزرگتر هست و به همین دلیل قدرت کارهای گروهی را به خوبی درک می‌کنید. به اعتقاد معتقد هستید و این باعث شده به کارهای گروهی علاقه داشته باشید و مدیر خوبی بشید و به ایده‌ها و نظریات دیگران گوش بدید و درباره اونها فکر کنید. هر چیز را فراتر از مفهوم واقعیش در ذهن تجسم می کنید و اگر بگید که کاری موفقیت آمیز هست، حتما همینطور خواهد شد. به همه چیز نگاه متفاوتی دارید، اما خودمحور نیستید. درباره همه چیز اطلاعات دارید، به همین دلیل کمتر کسی می تونه شما را مجبور به باور کردن چیزهایی که باور ندارید کنه. در مناظره ها شکست نمی خورید و به حرف دیگران کوچکترین اهمیتی نمی دید. اگر بین 5 الی 10 اسب دیدید، در همه کارها جدی هستیم و در هر موقعیتی سعی می کنید به بهترین شکل عمل کنید. شما کمالگرا و منطقی هستید و همیشه روی وظایفتون تمرکز می کنید. به ندرت در راه رسیدن به اهدافتون دچار مشکل می شید. گاهی اوقات نامنظم هستید، اما این مسئله هیچ تداخلی در شخصیت کمالگری شما نداره. گاهی اوقات هم بد نیست نامنظم باشید. دوست دارید همه چیز پیشبینی شده باشه، به همین دلیل برای همه چیز برنامه ریزی می کنید. با تکرار هیچ مشکلی ندارید، به خصوص وقتی می دونید با تکرار به هدف می رسید. اعتماد به نفس دارید و به خودتون مطمئن هستید. چیزهایی که باعث شکستتون می شن رو دست کم می گیرید و به اونها اجازه نمی دین تأثیری در مسیر زندگی شما داشته باشند. اگر 11 اسب یا بیشتر دیدید، بسیار دقیق و هوشیار و جزینگر هستید. به راحتی به چیزهایی میرسید که برای دیگران سخت هست. وقتی کاری به شما داده میشه، سعی میکنید به بهترین شکل ممکن و با جزئیات دقیق اون رو انجام بدید. اطمینان دارید که همیشه همه چیز طبق خواستای شما پیش میره و همین باعث شده که گاهی اوقات از رقیبتون عقب بمونید. دوست دارید همه چیز را به روش علمی و بر طبق ساختارهای ثابت شده انجام بدید و همیشه به بهترین نتایج میرسید. کمایلگرایی شما باعث شده که گاهی اوقات نسبت به نتایج کارها احساس ناامنی کنید. پیشنهاد من به شما این هستش که گاهی اوقات به خودتون آرامش بدید و هر چیزی را بیش از حد جدی نگیرید.